پرزیدنت دونالد ترامپ در اجرای برنامه ای که هدف آن شکل بخشیدن به اطلافی بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران است فردا دوشنبه با دیپلمات‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد ملاقات می‌کند. گزارش در این باره. به گزارش واشنگتن اگزمینر این دومین ملاقات پرزیدنت ترامپ با اعضای شورای امنیت در جریان یک نهار کاری است که در میانه دو تلاش موازی یکی در کنگره آمریکا و دیگری توسط متحدان اروپایی آمریکا برای برطرف ساختن نواقصی انجام میگیرد که دولت ترامپ معتقد است در توافق اتمی ناشی از مذاکرات دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا با جمهوری اسلامی ایران موسوم به برجام وجود دارد واشنگتن اگزمینر میگوید این ملاقات را نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد برای منعکس ساختن نقش جمهوری اسلامی ایران در منازعات خاور میانه ترتیب داده است خانم هیلی به گزارش واشنگتن اگزمینر همچنین قرار است دیپلومات های شورای امنیت را در جریان دیداری از بقایای موشک بالستیکی همراه کند که از یمن به عربستان سعودی پرتاب شده بود و نیز آنان را به نمایشگاهی ببرد که عواقب جنگ در سوریه را نشان می‌دهد. خانم هیلی پیشتر در, در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا تاکید کرده بود که نقض قدنامه من جمهوری اسلامی ایران از تولید موشک های بالستیک توسط کارشناسان سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. ما نیستیم. بلکه سازمان ملل است که آمده میگوید ایران با آزمایش موشک های بالستیکی فروش تسلیحات حمایت از تروریسم قطنامه ها را نقض کرده است پس ما تنها بازیگری نیستیم که اینها را میگوییم ما به جامعه بین المللی نشان داده این که هنوز چیزهایی وجود دارد که خطرناک است و امن و ما باید کاری انجام دهیم واشنگتن اگزمینر اظهارات خانم هیلی خطاب به خبرنگاران را نقل می کند که گفته است شما تسلیحاتی را خواهید که علائم ایران را دارد و بدون هیچ گونه شک و تردیدی نشان ساخت ایران و ارسالی از ایران است. مهار ساختن برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی ایران یکی از اولویت های دولت پرزیدنت ترامپ است که این برنامه را بخشی از ابزارهای مورد استفاده در اقدامات بی ثبات کننده تهران در منطقه و نقض روح توافق برجام میداند. پرزیدنت ترامپ بارها گفته است که اگر کنگره و متحدان اروپایی آمریکا نتوانند برنامه‌ای برای محدود ساختن رفتارهای جمهوری اسلامی ایران ارائه دهند واشنگتن از توافق اتمی موسوم به برجام خارج می شود. محیار آرمین، صدای آمریکا.